وزارت جوامع قومی و سازمان مدیریت ملی بحران برای تولید این مجموعه ویدیوها با یکدیگر همکاری کردند تا جوامع ما بدانند برای آمادگی در برابر بلایا و شرایط اضطراری مختلف چه باید بکنند و به هنگام وقوع آنها چه اقداماتی را انجام دهند. شرایط اضطراری می تواند در هر زمان و هر مکان اتفاق افتد. این می تواند شامل زلزله، سیل، طوفان، سونامی، آتش سوزی و فعالیت آتش فشانی باشد. وقتی یک وضعیت اضطراری اتفاق می افتد، گروه دفاع مدنی و خدمات اضطراری مشغول کمک به افرادی خواهند بود که بیشترین نیاز را دارند. بنابراین مهم است که برنامه‌ای برای مراقبت از خود و خانواده تان داشته باشید. این ویدیو توضیح می دهد که در مواقع اضطراری به چه چیزی نیاز خواهید داشت. ممکن است در شرایط اضطراری در خانه برای چند روز بدون برق، آب یا دسترسی به غذا گیر کرده باشید. یا ممکن است نتوانید به خانه برگردید، بنابراین مطمئن شوید که لوازم مورد نیازتان را در جاهایی قرار دهید که زمان زیادی را در آنجا صرف می کنید، مانند محل کار یا مدرسه. شما باید غذایی داشته باشید که مجبور نباشید بپزید. ابتدا برای خوردن غذای موجود در یخچال و فریزر برنامه ریزی کنید، زیرا این زمان امن‌ترین زمان برای خوردن آنها خواهد بود. و اگر می توانید آذوقه خود را با همسایگانتان به اشتراک بگذارید. می توانید با هم همکاری کنید تا از پس شرایط موجود بر بیایید. اگر نیازهای غذایی خاصی دارید، مطمئن شوید که برای مصرف 3 روز در خانه غذای کافی دارید. اگر نیاز به تخلیه محل دارید، پناهگاه‌های اضطراری ممکن است غذای مورد نیاز شما را نداشته باشند. پس آماده باشید تا آن را با خود ببرید. برای هر نفر حداقل به 9 لیتر آب نیاز دارید که به مدت 3 روز یا بیشتر نیاز آب را تأمین خواهد کرد. این آب برای نوشیدن و بهداشت اولیه کافی خواهد بود. شما همچنین به 1 چراغ قوه با باتری‌های یدکی و 1 رادیوی خورشیدی یا با باتری، 1 منبع اضافی دارو، جعبه کمک‌های اولیه، لباس گرم و غذا برای حیوانات خانگی‌تان نیاز خواهید داشت. مطمئن شوید که دستکش کار، ماسک مناسب P2 یا N95، کاغذ توالت و سطل‌های پلاستیکی بزرگ برای توالت اضطراری نیز دارید. لازم نیست همه چیز را در 1 مکان داشته باشید، اما ممکن است لازم باشد آنها را در تاریکی پیدا کنید. بنابراین مطمئن شوید که پیدا کردن و دسترسی به آن آسان است. علاوه بر این لوازم ضروری، مطمئن شوید که 1 کیف اضطراری در مکانهایی که اغلب اوقات خود را سپری می کنید، مانند خانه، ماشین یا محل کار نیز دارید. کیف اضطراری 1 کیف کوچک با لوازم ضروری است. در 1 کیف اضطراری باید کفش پیاده روی، لباس گرم، بارانی، کلاه، آب و غذای میان وعده داشته باشید. این مهم را برای کودکان و حیوانات خانگی نیز به خاطر بسپارید. کیف اضطراری شما همچنین باید حاوی ضد عفونی کننده دست، شارژ تلفن قابل هم، پول نقد و کپی اسناد مهم به همراه کپی مدارک هویت عکسدار شما باشد. در نهایت، کیف اضطراری شما باید هر دارویی را که ممکن است نیاز داشته باشید و 1 کیت کمک‌های اولیه، 1 ماسک یا پوشش صورت و چراغ قوه و رادیو هر دو با باتری یدکی داشته باشد. اگر نیاز به رانندگی در شرایط سخت دارید، ممکن است بخواهید 1 برس و بیل، زنجیر چرخ، یخروب شیشه ماشین و لباس گرم در ماشینتان داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آمادگی و واکنش به شرایط اضطراری به وبسایت www.getready.govt.nz بروید. به یاد داشته باشید، اگر در شرایط اضطراری نیاز به تماس با خدمات دولتی دارید و نیاز به کمک برای زبان دارید، می توانید 1 مترجم درخواست کنید.